خدمات بهداشت روان مخصوص پناهجویان، پناهندگان، دارندگان ویزاهای دائمی، دارندگان ویزاهای موقت و خانواده ها. به این فکر کنید اگر پایتان بشکند چه می کنید؟ چه اتفاقی می افتد اگر پس از آسیب رسیدن به پایتان دنبال کمک نباشید؟ آیا می توانید با درد پای شکسته توانایی خود را حفظ کنید؟ آیا می توانید درس بخوانید یا به سر کار بروید؟ یا می توانید از خانواده خود مراقبت کنید؟ همانطور که سلامت جسمی شما برای عملکرد خوب و لذت بردن از زندگی مهم است، شما به سلامت روانی خوبی نیز نیاز دارید. آیا همانطور که برای سلامت جسمی خود از متخصصان کمک می‌گیرید، برای سلامت روانی خود نیز کمک می‌گیرید؟ همه ما در زمان‌های مختلف مسائل احساسی چالش برانگیزی را تجربه می‌کنیم. ما همیشه نمی‌توانیم به تنهایی با این مسائل کنار بیاییم. باید درک کنیم که درخواست کمک نشانه قدرت است. علائمی که به ما نشان می‌دهد وقت آن رسیده که در مورد سلامت روان خود با کسی صحبت کنیم. 1. به مدت 2 هفته یا بیشتر احساس نگرانی، غم، ناراحتی، عصبانیت، افسردگی و بی‌حسی می‌کنید و یا به طور کلی خودتان نیستید. 2. با مشکلات خواب یا دردهای جسمی غیر قابل توجیهی روبرو هستید. 3. دچار کمبود اشتها و کمبود انرژی هستید. 4. نمی خواهید که در کنار مردم باشید. 5. احساس می کنید توانایی کنار آمدن در محل کار یا مدرسه یا روابطتان را ندارید. از کجا درخواست کمک بکنیم؟ با پزشک عمومی خود صحبت کنید و یک برنامه بهداشت روان بخواهید. برای این کار با پزشک خود تماس بگیرید و برای تهیه برنامه مراقبت و بحث در مورد گزینه‌های درمانی درخواست یک مشاوره طولانی بکنید. شما و دکترتان برای کمک به بهتر شدنتان برنامه را با هم تنظیم می‌کنید. پزشک به شما کمک می‌کند تا خدمات مورد نیاز و اهداف خود را تعیین کنید و در مورد بهترین گزینه‌های درمانی برای شما تصمیم می‌گیرد. نیازهای درمانی همه افراد متفاوت است. یک طرح مراقبت از سلامت روان ممکن است شامل موارد زیر باشد: ارجاع به یک متخصص مانند پزشک متخصص زنان و زایمان، جلسات با یک مددکار اجتماعی و یا یک متخصص بهداشت دیگر. اگر از صحبت کردن درباره بهداشت روان خود می‌ترسم چه باید بکنم؟ اگر قبل از صحبت با پزشک درباره بهداشت روان خود احساس نگرانی و یا عصبی بودن می‌کنید، هیچ ایرادی ندارد. به خصوص اگر می‌خواهید در مورد موضوعی صحبت کنید که درباره آن در زندگیتان با کسی زیاد صحبت نکرده اید. اگر احساس عصبی بودن می‌کنید، ممکن است برای شما خوب باشد که در مورد احساس خود با یکی از اعضای خانواده خود، دوست و یا کارکنان مربوط به این موارد که مورد اعتماد هستند، نگرانی‌های خود را در میان بگذارید و یا نگرانی‌های مربوط به بهداشت روان خود را قبل از مراجعه به پزشک یادداشت کنید. داشتن یک وضعیت بهداشت روان شما را عجیب، دیوانه یا ترسناک نمی‌کند. این بدان معنا نیست که شما فرد بدی هستید، ضعیف هستید یا به درستی از خود مراقبت نکرده اید. این فقط به این معنی است که در حال حاضر شما یک بیماری را تجربه می کنید، اما با یک درمان مناسب می توانید بهتر شوید. چه حمایت ها و پشتیبانی های دیگری موجود است؟ اگر در زندگی با مشکلاتی روبرو هستید، ممکن است به دیدن یک مشاور فکر کنید. مشاوران متخصصان بهداشتی هستند که در مورد مسائلی که در زندگی شما باعث ایجاد دردهای عاطفی یا احساس ناراحتی شدند، با شما صحبت می‌کنند. به حل آنها کمک می‌کنند. مشاور فضای امن و منظمی را برای گفتگو و کشف احساسات دشوار برای شما فراهم می‌کند. سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بهداشت روان در جیلانگ: 1. سازمان خدمات مشاوره پناهجویان و پناهندگان BCWF.
اگر تازه وارد استرالیا شده اید و یا حتی اگر سالها در استرالیا بوده اید، می توانید با شماره 03-52-26-89-20 تماس بگیرید و درخواست حمایت عاطفی بکنید. افراد دیگری که ممکن است از شما حمایت بکنند، پرستار بهداشت پناهندگان، پزشک عمومی و یا مسئول پرونده شما هستند. 2. سازمان هد اسپیس. اگر شما بین 12 تا 25 سال دارید و زمان سختی را تجربه می کنید، می توانید با شماره 03-52-22-66-90 تماس بگیرید و یا اینکه به صورت حضوری به یکی از دفاتر آنها در طبقه اول پاساژ کورایا ویلیج و یا پلاک 105 خیابان یارا مراجعه کنید. 3. خدمات بهداشت روان کودک و نوجوان CAMHS. شما می توانید با شماره 42-15-86-31 تماس بگیرید و برای کودکان و نوجوانان بین 0 تا 15 سال خود به خدمات بهداشت روان دسترسی پیدا کنید. لطفاً بعد از ساعت کاری با شماره 13-20-094-187 تماس بگیرید. 4. خدمات بهداشت روان Head to Help. این یک خدمات مشاوره تلفنی برای هر کسی است که در ویکتوریا زندگی می کند. شما می توانید با شماره 18-20-59-52-12 تماس بگیرید و درخواست حمایت عاطفی و روانی بکنید. بعد از تماس با این شماره از شما درخواست می شود که کد پستی خود را وارد کنید. شما همچنین می توانید با شماره 42-15-80-65 با بارون هلس در نورلین تماس بگیرید و از حمایت برای سلامت روان خود برخوردار شوید. خدمات مواقع ضروری و بحرانی. اگر به کمک فوری نیاز دارید، بسیاری از خطوط تلفنی وجود دارند که در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز پشتیبانی و مشاوره بهداشت ارائه می دهند. اگر شما و یا شخصی که از او حمایت می کنید، مشکلات روانی را تجربه می کنند، خطوط راهنما منابع خوبی هستند. گاهی اوقات فقط با صحبت کردن همه چیز می تواند واضح تر و مدیریت آنها آسان تر شود. شما می توانید برای دسترسی به این خدمات با شماره های زیر تماس بگیرید. به خاطر داشته باشید، کلیه خدمات ذکر شده برای دارندگان اقامت‌های دائم و همچنین دارندگان ویزاهای موقت رایگان است. اگر زبان را یک مانع می‌دانید، همیشه یک مترجم مناسب برای پشتیبانی وجود دارد. برای بهره‌مندی از خدمات ترجمه، ابتدا با شماره 131-450 تماس بگیرید، از زبان مورد نیاز خود را درخواست کنید و سپس شماره سازمان ارائه دهنده خدمات بهداشت روانی را که می‌خواهید وارد کنید. برای دسترسی به خدمات مشاوره نیازی به مراجعه به پزشک عمومی خود ندارید. به خاطر داشته باشید هر چه زودتر در مورد سلامت روان خود صحبت کنید، زودتر از کمک و پشتیبانی لازم برای حرکت به جلو برخوردار خواهید شد. به خاطر داشته باشید درخواست کمک نشانه قدرت است. برای هر گونه سوال در مورد خدمات بهداشت روان و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارکنان بهداشت مرکز دایورسیتت با شماره 5260 60 20 تماس بگیرید و یا از طریق